خیلی ممنون شما اخباری که دعوت ما رو قبول کردید برای این واقعا بحثی که لازمه و جالبه. تشکر میکنم از همه دوستانی که با ما هستن. روزای ترس کووید بعد از واکسن واقعا خیلی خیلی کم شده. بعدی ببینیم ساید افکت هایی که در نظر روانی داشتیم و باقی مونده و بعضی ها که لانگ ترم دارن در شوهر هستن. آقای دکتر فرید اخباری در تهران به دنیا آمدند و پس از گذراندن دوره دبیرستان برای ادامه تحصیل به امریکا تشریف آوردند. وی ایشون موفق به دریافت کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق و الکترونیک در سال 1986 از دانشگاه کالورادو شدند و به مدت 20 سال در شرکت‌های صنعتی هانیویل، اینتل، موتورولا کار می‌کردند. به کارهای تحقیقی، طراحی تولیدی و مشورتی برای مدارهای الکترونیک با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف مشغول بودند. پس از کنارگیری از کارهای بخش صنعتی، به تحصیل در رشته روانشناسی بالینی ادامه دادند و در سال 2016 موفق به دریافت از Arizona School of Professional Psychology at Argosy University از رساله دکترای خود دفاع کردند و سپس دوره کارآموزی فشرده مورد تایید انجمن روانشناسان آمریکا را در سال 2017 به پایان رساند. در کنار تحصیلات رسمی و سابقه حرفه‌ای ایشان، داوطلبانه به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و مطالعه آثار گوناگون ادبی و تاریخی ایران هم پرداختند. ولی بیشتر روی شاهنامه فردوسی، مثنوی، مولانا، تاریخ ایران از دوره باستان تا کنون کار کردند. از جمله سرگرمی‌های ایشان تهیه و گردآوری و استفاده از کتاب‌های چاپ نصیب نفیس درباره هنر ایران است. متوجه میشید که ایشون دو طرف مغزشون به شدت کار میکنه، هم از نظر صنعتی هم از نظر روانشناسی هنر، و من توی زوم‌های مختلف دیدم when دکتر اخباری talks definitely we listen. دکتر اخباری خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، قبل از اینکه صحبتمون رو شروع بکنیم اجازه میخوام اول از دکتر مدنی تشکر کنم به خاطر اینکه از بنده دعوت کردن که در اینجا در خدمتتون باشم. خواهش میکنم. آتوسا گلپایگانی که لطف کردن و هدایت از اتاق فرمان هدایت برنامه رو به عهده دارن و کمک کردن که بنده مستقر بشم در جام. یه نکته دیگه این که میدونین خانم دکتر سمرا وزیریان یک گفتاری داشتن درباره نورولوژیکال منیفستیشن آف کووید 2 سارز که حدود اوائل امسال برگزار شد. برای دوستانی که علاقه‌مند به دانستن گوشه‌های نوروسایکولوژیک این هستن، این مشکل هستن، میتونن به اون برنامه مراجعه کنن. بنده چون تخصصی در امور پزشکی ندارم و صرفا آموزش من در مورد سایکولوژی بوده، من به مسائل پزشکی نمیپردازم و اصولا اگر کسی هم پرسشی داشته باشه امیدوارم از خانم ها آقایون اساتید لطف کنن و اونو توضیح بدن. من نکته دیگه که میخواستم که خدمتون عرض بکنم اینه که مدت طولانی از بیماری کووید 19 نگذشته، بنابراین مطالعات زیادی انجام نشده. ما همش در دومین سال یا نزدیک به سومین سال هستیم و برای اینکه این مطالعات علمی انجام بشه و این پیپرها به اصطلاح در بیاد و مقاله ها باشه و سخنرانی ها بشه، مدت طولانی لازم هست. اینکه این صحبت هایی که بنده اینجا می کنم و میل دارم که همه را رجوع بدم به آثاری که در اومده در مقاله ها و در
سخنرانی‌های مختلف که من بهش ارجاع میدم. اینها صرفاً یک قشر کوچکی، یک به اصطلاح مزنه ای از مطالعاتی که تا حالا انجام شده و ما نباید انتظار داشته باشیم که تمام چیزهایی رو که در مورد تأثیرات روان سایکولوژیک کووید 19 بر افراد باشه بدونیم الان. ما خیلی کم میدونیم، ولی همیشه من افتخار دارم که جمع‌آوری کرده باشم به طور فشرده در خدمت شما عرض میکنم. من یک نکته رو، تنها جایی که من به مسائل پزشکی اشاره میکنم به همین کوتیه که از دکتر آنتونی فاچی میارم که گفتش You may be done with COVID but COVID isn't done with the US. یعنی اینکه خیلی خبرها قراره که بشه که ما الان خبر نداریم و ما صرفا به شمه از اون میپردازیم، مثل نوک کوه یخیه که از آب بیرونه ولی بقیهاش هنوز پوشیده است. در طول این صحبت من گاه گاهی به زبان انگلیسی و گاهی هم به زبان فارسی صحبت میکنم، از این نظر که همه مطالب رو من به زبان انگلیسی یاد گرفتم و امیدوارم که وقتی که فارسی صحبت میکنم مطالب رو مخدوش نکنم و معنیش رو عوض نکنم، ولی اگر همچین چیزی بود شما به من تذکر بدید. عرضم حضور شما این قرار، این گفتاری که خدمتون تقدیم میکنم بعد از introductions و یک بک‌گراندی در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده، میپردازیم به یک شمه از تظاهرات یا emotional challenges که کووید برای مردم مطرح کرده. بعد یک چند تا مطالعه پژوهشی هست که من اونا رو خدمتون تقدیم میکنم و میپردازیم به چند تا از گروه‌های ویژه که در اثر این انتشار کووید دچار مشکلات زیادی شدن، ولی همه گروه ها نیستن، این فقط بعضی از گروه ها هستن که در این مطالعات تحقیقی اسمشون آورده شده یا راجبشون مطالعه شده، اطلاعات جمع‌آوری شده. بعد میل دارم که یه مقداری هم راجب مسائل جهانی این کووید 19 بپردازیم، اون چیزی که بیشتر World Health Organization، سازمان بهداشت جهانی، مطرح کرده و پابلش کرده. و در آخر هم به یک جنبه ویژه از کووید میپردازیم که شاید برای خیلی ها ناشناخته باشه و اون به اسم Long COVID-19 و ریسک هایی که مربوط به اون هست مطرح شده. و این آخرین صحبتی که دکتر فاچی داشت در کاخ سفید، اگه توجه کرده باشین، به این مسئله اشاره کرد و یه مقاله خیلی مهمی هم نوشت که خبر رو تشویق کرد که در مورد این چه از نظر فیزیولوژی چه از نظر سایکولوژی به تحقیق بپردازن، چون خیلی مهم هست. بله، در مقدمه خواستم خدمتتون عرض بکنم که کووید 19 آخرین پندمیکی هستش که به طور سریع با سرعت فراوان از اون ور دنیا به این ور دنیا شیوع پیدا کرد. از چین شروع شد، به کشورهای آسیایی رفت، از اونجا به استرالیا رفت و مسیرش از اروپا بود و بعد وارد آمریکا شد. هیچ در آمریکا ما هیچ برنامه مؤثر یا از پیش آماده شده‌ای برای این مشکل در آمریکا نداشتیم و جمعیت آمریکا، مردم آمریکا بدون دفاع بودن وقتی که وارد آمریکا شد. خیلی هم اینجا امیدوار بودن که این ناراحتی مربوط به یک گوشه ای از آمریکا یا یک گوشه از جهان باشه و هیچ موقع به اون شهری که در زندگی میکنیم نفوذ نکنه و اگر هم نفوذ میکنه یک جوری زود نابود بشه و ناپدید بشه. ولی مسئله چیز دیگه است. در دسامبر 2019 یک خبری در مورد یک بیماری ناشناس ویروسی در چین منتشر شد که خواصش خیلی شبیه به خواص سارز بود، بیماری سارز بود که قبلا شناسایی شده بود و اولین شخصی که به این مسئله پرداخت و هشدار جدی داد یک پزشک جوانی بود به اسم دکتر لی ون لیانگ که این رو در چین مطرح کرد و گفتش که این خیلی شبیه سارز میمونه، این سیمتومایی که من دوچارش شده هم مثل اون میمونه و این
این رو به مقامات چین گزارش داد. ولی این مقامات چین عوض پیگیری و یا اینکه تشویق اون رو توبیخ کردن، مقامش ازش گرفتن و اون بلافاصله به زودی تشخیص دادن که دچار همین اینفکشن به خاطر همین بیماری شده و او در بیمارستان بستری شد و خیلی زود در ژانویه 2020 فوت شد. به دنبال او سه نفر دیگه از محققان چینی که در ووهان اینستیتوت آف وایرولوژی تحقیق میکردن، اونها هم همین گزارش رو دادن. من البته اسمشون رو نمیدونم. اونها هم همین گزارش رو دادن و گفتن که بله، ما از این سیمتومای این برای ما هم هست، ما همچین چیزایی رو تجربه میکنیم. و اونها هم بلافاصله در بیمارستان بستری شدن. ولی من نمیدونم که سرنوشتشون چی بود، با توجه به اینکه نه اون موقع واکسنی بود، نه اینکه کسی این برنامه رو میشناخت، به احتمال خیلی اونها هم از دست رفت. و بعد سازمان بهداشت جهانی World Health Organization از این مسئله با اطلاع شد، به خاطر اینکه اینا دفتری داشتن در چین و در اونجا با بلافاصله از این مسئله مطلع شدن و از مقامات چینی درخواست کردند که اطلاعات کامل برای هو بفرستند. ولی مقامات چینی خیلی با اکراه یک اطلاعات خیلی مختصر و مخدوشی رو برای اونا فرستادن و دیگه جوابشون رو ندادن. این تصویر دکتر لی ونگ لیانگ هست که در بیمارستان بستری بود در طول همون سال 2020 و در سن 34 سالگی فوت شد. ایشون اولین کسی که در دنیا اینو پنهان نکرد و به دنیا گزارش داد. در ضمن دکتر ونلینگ پزشک بود، محقق نبود، بنابراین اینو از جای دیگه دچار این ناراحتی شده بود. در مورد زمینه این پیشرفته که ما تا حالا کردیم در مورد بیماری کووید در آمریکا، اولین بار CDC Center for Disease Control کانفرم کرد که در سال در ژانویه 2021 این ویروس وارد آمریکا شده و اولین موردش رو در ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا عرضم بوده شما تایید کرد. در اونجا اگه یادتون بده، من شما یادتون باشه یا نه، خبر اومد که تعداد زیادی از این نرسینگ کرا و جاهایی که مراکزی که سالمندان و یا بیماران سالمند رو نگهداری میکردن دوچار این بیماری شدن و کشتار خیلی عجیبی کرد، طوری که از خود کسایی هم که اونجا کار میکردن یک کشتار خیلی فجیعی کرد که بلافاصله اونجا رو ترک کردن. بعد سازمان بهداشت جهانی در مارچ، در 11 مارچ 2020 اعلام کرد برای اولین بار که این یک پندمیک هست. بعد از مطالعاتی که کرد اعلام کرد که یک پندمیک هست و به همه هشدار داد که باید مواظب باشن. FDA موفق شد که در حدود دسامبر سال 2020، 10 دسامبر، یک emergency use، they approved an emergency use of the first COVID vaccines. میخوام تایید کنم این emergency use بود، یعنی به فاصله یک سال بعد از اینکه در آمریکا تایید شد یک emergency use واکسینش تایید شد از طرف شرکت فایزر و بایونتک که مورد استفاده قرار گرفت. American Journal of Medicine I think American Journal of Managed Care یک مقاله پابلیش کرد در پایان سال 2020 و اشاره به یک آماری از خساراتی که تا اون موقع کووید به جمعیت ما در آمریکا زده بود و در دنیا آورد. AJMC گفتش که در آمریکا حدود 20 میلیون نفر تا پایان سال 2020 به ویروس کووید آلوده شدن و بیشتر از 346 هزار نفر فوت شدن. و در دنیا سازمان بهداشت جهانی گزارش کرد که حدود 83.8 میلیون نفر به این ویروس دچار شدن و حدود 1.8 میلیون نفر فوت شدن در دنیا. تا حدود 25 نوامبر، یعنی 4-5 روز پیش که من نگاه می‌کردم، تا 4-5 روز پیش در آمریکا تایید شد که حدود 98 میلیون نفر به این ویروس آلوده شدن و حدود 1.1 میلیون نفر کشته شدن. در دنیا هو اعلام کرد که حدود 636 میلیون نفر در دنیا به این ویروس آلوده شدن و حدود 6.6 میلیون نفر از بین رفتن.
این با وجود استفاده از واکسن بود که ما در دست هستیم. در مورد emotional challenges، این مشکلات روحی، روانی و احساسی، میخوام بگم که خود کووید مسئله ایجاد نکرد، ولی مسئله محیطیش مثل اینی که خبرش بود یا واکسن نبود یا مردم نمیدونستن چی کار بکنن. CDC البته با نیت خوب، یکی از خساراتی که وارد کرد بازم با نیت خوب این بود که خیلی مبهم این رو مسئله رو نگه داشت، توضیح واضحات زیادی ندادن، شاید خودشون هم نمیدونستن و هیچ چیزی هم راجع به معالجهش نگفتن، فقط گفتن یک ویروسی وارد شده و ما معالجه در دست نداریم و این یه مقداری باعث استرس برای مردم شد. از اون گذشته فقط به یک کارهای خیلی ساده اشاره کرد و گفت ما میخوایم که شما هند واشینگ بکنین، سعی کنین خودتون رو از دیگران جدا نگه دارین و حتما ماسک و فیس شیلد بپوشین. خب برای خیلی از مردمی که داغون بگم من در آمریکا، من یادم نمیاد غیر از کادر پزشکی و درمان کسی ماسک فیس بزنه یا فیس ماسک یا فیس شیلد بزنه. برای خیلی از مردم همین ماسک گذاشتن خیلی کار بغرنجی بود، خیلی پیچیده بود برای اینا، گاهی اوقات پایین میکشیدنش، گاهی اوقات با هم حرف میزنن ماسکشون رو برمی‌داشتن. این بود که نشون داد عادت ندارن به این کار و عرضم به حضور شما اینها از عواملی بود که بدون اینکه نیت بدی داشته باشن یک استرسورایی بودن که به مردم وارد شدن. و بعدش مردم دیدن که صرف نظر از اینها استرسای دیگه هم پیش اومد، از جمله اینی که ناگاه متوجه شدن که از اعضای فامیلشون، یکی از عزیزانشون، دوستاشون، یک شخص بیگانه‌ای که میشناختنش فوت شده به خاطر این ویروس، و یا اینکه احیانا خودشون به خاطر اینکه کنارگیری کردن و سوشال آیسولیشن داشتن سر کار نرفتن، کارشون انجام ندادن، در نتیجه یا درآمدشون کم شده یا از بین رفته و در نتیجه مشکلات خانوادگی پیدا کردن که حالا در خانواده چی کار میتونیم بکنیم، چه خرجی میتونیم بکنیم. به یه چیزی تبدیل شد به مسئله بقا، مسئله اینکه چجوری زنده بمونیم، چجوری از این خارج بشیم. از اون گذشته سازمان‌های خبری و سوشال میدیا و اینا، نمیگم همه با نیت خوب، شروع کردن به پخش اخبار اینکه چند نفر تا حالا آویزه شدن، چند نفر فوت شدن، یک سردرگمی همگانی در کشور هست و خیلی همه کلافه بودن. این هم به مردم منتقل شد. این هم یکی دیگه از استرس را بود. و ما میدونیم که در سطح کشورم مقامات بالا و دولتی اونها هم بدونی که خب نمیدونستن چی کار دارن میکنن، ولی همین هرج و مرجی که در سطح تصمیم گیری های بالا بود اون هم یک استرسورهای دیگه به مردم وارد کردن، که مردم تلویزیون رو باز میکرد و میدیدن که خب فلان مقام و فلان مقام این دست و اون دست میکنن، این پا اون پا میکنن، حرفای متناقض میزنن، حرفای متضاد میزنن و برای اونها یک حالت یک بحران های روحی پیش می آورد. Emotional experiences، اونجوری که پسوانتی در پیپرش منتقل میکنه به ما، میگه که بیشتر حالتهای anxiety، حالتهای depression، anger و trauma مشاهده شده در اون دوره. و همینطور این که مردم یک حالتهای ناامیدوارانهی نسبت به خودشون و آینده خودشون داشتن و از این نظر ترس زیاد شده از وضع موجود. و این ببینیم یک سال طول کشید تا واکسن مورد دست در دسترس مردم قرار گرفت، بنابراین تا یه اندازه حق داشتن. از این رو یک تعدادی از اینها رو کردن به سلف مدیکیشن، نوشیدن نوشابه های الکلی، استفاده از مواد مختلف، داروهای مختلف، چه قانونی چه غیر قانونی، استفاده از کانابیس، استفاده از تنباکوی زیاد و چیزهای دیگه. اینا همه شروع کردن برای که خودشون آرام بکنن یا سرگرم بکنن. اینها هم عواملی هست که روی ذهن و عصب افراد فشار وارد میکرد. بعد برای اون کسایی که از پیش از این برنامه خودشون دچار اختلال‌های روانی بودن، مشکلات دیگه‌ای داشتن، این هم اضافه شد که اونها نه تنها مشکلات خودشون رو داشتن، باید این مشکلات رو هم یک جوری باش کنار می‌اومدن.
چند تا گروه های بودن مثلا کسایی که disabled بودن و اینها بسیار گروه های marginalized هستن. گروه های مثل SMI, Serious Mental Illness, حالا بیشتر بهش میپردازن. و گروه های دیگه که همین دوچار مشکلات روحی بودن حالا بنابرای مختلف. اینها هم کسایی بودن که باید تحمل بیشتری از خودشون نشون میدادن. در مرحله بعدی که به نظر من خیلی باهاشون من امپاتایز میکنم و خیلی سیمپاتایز میکنم کسایی بودن که در کادر درمان بودن و یا اینکه مسئولیت نگهداری و مواظبت از کسایی رو که از خودشون نمیتونستن مواظبت بکنن رو به عهده داشتن، مثلا نرسینگ کرا، جاهایی که مثلا در بیمارستان ها و جاهای دیگه. اینها همونطور تمام این عوارض برشون وارد بود، بنابراین پرشر زیادی داشتن و مسئله خودشون هم داشتن و همینطور این باعث میشد این بعضی از اینها که نتونن ادامه بدن به کار، بعضی ها استعفا میکردن یا اینکه خودشون دوچار این ناراحتی میشدن و باید میرفتن سلف آیسولیتد میکردن و یا بعضی ها به خاطر عوارض این بیرامی خودشون فوت میشدن، از دست میرفتن. تا اون موقع اگه یادتون باشه در آمریکا ماسک یا وسایل بهداشتی دیگه تقریبا نایاب بود و سرش جنگ بود، حتی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم خیلی با احتیاط کار می‌کردن یا سعی می‌کردن از اینجا وارد کنن یا از اونجا وارد کنن. بنابراین اون اسنشال پروتکشنی که ما برای اینها می‌خواستیم که در نظر بگیریم وجود نداشت و اینها ناچار بودن کسایی مثل وکیل‌ها، مثلا دکترها، مثل روانشناسا، مثل کسایی دیگه که با مردم در تماس بودن، نه تنها فقط در بیماران بلکه با مردم در تماس بودن، ناچار بودن از راه اینترنت، از راه دنیای مجازی تماسشون رو برقرار کنن و سعی کنن که کمک بکنن. ولی خب مشکل این بود که اولا خودشون همیشه نمیدونستن که این چه تکنولوژیه، چی کار باید بکنن، روشش چیه، متدش چیه، و دوم اینکه اون کسایی که قرار بود که بهشون کمک بکنن اونا مشکل داشتن با تکنولوژی. اونا هیچ موقع زوم و گوگل میت و این کارهای دیگر استفاده نکرده بودن. بنابراین اینها همه فشارهای مضاعفی که به مردم وارد میشه که کارشون رو انجام بدن. من میخوام شما تصور بکنید موقعی که کلید ماشینتون گم میکنید و میخواین کلید ماشینتون رو پیدا بکنین چه حالتهایی پیدا میکنید. اینها هم میتونن یه همچین حالتهایی داشته باشن وقتی میخوان با پزشکشون یا با وکیلشون صحبت بکنن و نتونن از این تکنولوژی استفاده بکنن، تقریبا فراستریتد میشن. و به همین ترتیب اون مریضا، سالمندا و کسایی که قرار بود که از خدمات درمانی این کادر درمان بهره برداری کنن، اونها هم میدیدن که اینها در فشار هستن و این فشارهای روحی به اونها منتقل میشد. یکی از دوستان من که در کارهای روانشناسی بود میگه من هر موقع که به این نرسینگ هوم ها میرم بر اونجا از مراجعان خودم بهشون سر بزنم، میگه همه خیلی از دیدن من وحشت میکردن در حال که من میشناختن و من متوجه شدم که این به خاطر ماسکیه که من میزنم و بعد من ناچار شدم که یه عکس بزرگی از خودم تهیه بکنم، اون عکس رو به گردنم مینداختم، وقتی اینا من میبینن عکس من رو روی سینم ببینن، عکس بزرگ، و متوجه بشن که من آدم عجیب غریبی نیستم. اینم یکی از کارهای بود، تمهیداتی بود که استفاده میکردم برای اینکه بیمارانشون، مراجعانشون احساس راحتی بکنن که اینا آدم عجیب غریبی نیستن. در مورد مقاله هایی که چاپ شده و پژوهش هایی که انجام شده، من واقعا از خودگذشتگی زیادی میخواد که کسایی وقتشون رو در اون مواقع حساس و بحرانی سر این بذارن که اطلاعات جمع آوری بکنن، بنویسن، چاپ کنن که بقیه خبردار بشن. World Health Organization، سازمان بهداشت جهانی، خیلی کار کرده در این مسئله و خیلی تلاش های فعالیت های زیادی در کشورهای مختلف داشته. در سال اولش که اونها اعلام کردند که کووید 19 یک پندمیک هست و به همه هشدار دادن، فقط انگزایتی و دیپریشن در دنیا 25% بالا رفت، فقط با همین اعلام این مسئله. و بعد مشاهده کردند که استرس‌های دیگه‌ای که نتیجه کناره بودن، لونلینس، تنها بودن، fear of infection, death for themselves and other ones, grief after bereavement,
و بالاخره financial worries which is the worst of all. من فکر میکنم مردم همه اینها رو یواش یواش شروع کردن تجربه کردن در سطح دنیا و همینطور مشاهده کردن که کارکنان و کارمندان بخش درمانی و روانی به قدری در کارشون خسته شدن و اگزاست شدن که بعضی از اونها به فکر خودکشی برای اینکه می دیدن راه بیرون رفت ندارن، هم خودشون مستاصل بودن، هم که نمی تونستن به بیمارانشون کمک بکنن. از گزارش های دیگه ای که World Health Organization منتشر کرد این بود که این به طور عجیبی روی جوانترها تأثیر گذاشت. جوانترها منظورم کسایی که در دبیرستان‌ها هستن، سن جوانان هستن و اونها به طور غیر متناسبی they were disproportionately at risk of suicide and self-harming behaviors. جوانهایی که نمیدونستن چی کار باید بکنن فکر میکردن خیلی خیلی به فکر آسیب زدن به خودشون یا خودکشی بودن. زنان هم به طور غیر متناسبی دچار بیماری کووید می شدن. و همینطور کسایی که دچار بیماری های پیش زمینه‌ای بودن مثل آسم، مثل سرطان، مثل بیماری های قلبی و دیگران یا ایمیونو دیزیز اونا هم همه بیشتر از بقیه دچار این برنامه می شدن، به احتیاج مبرم پیدا می کردن که حتما در بیمارستان بستری بشن. کسایی که دچار بیماری های شدید روحی بودن severe mental disorder مثل psychosis و کسایی که جوانتر بودن اینها بیشتر در خطر دچار شدن به بیماری کووید بودن، عفونت کووید و ممکن بود که دچار فوت بشن. از گروه های ویژه که میخوام اسم ببرم اولینشون دانش آموزا هستن. دانش آموزایی که در دبیرستان ها و پایین‌تر درس می‌خوندن. از هر سه دانش آموزی که شناسایی کردن یکیشون ناچار شده بود که به نوشیدن نوشابه های الکلی و مصرف مواد مخدر و بیشتر و مواد دیگه بیشتر از موقع‌های دیگه رو بیاره که بتونه خودش رو آروم بکنه. در طول ژانویه تا جون 2021 یعنی حدود 4-5 ماه اینطورا این دکتر برنر گزارش میده که حدود 31% و 31.6% از های اسکول استودنت ها گزارش کردن که از مواقع گذشته بیشتر مصرف تنباکو دارن یا مصرف الکل دارن یا از ماروانا یا از داروهای اوپیوید مخدر استفاده میکنن. 31 در نزدیک 32%. و بعد همینطور گفتن که 19.5% از مصرف الکل و در بین اونها البته 19.5% مصرف الکل و حدود 15.4% مصرف الکترونیک ویپر پرادکتس، این سیگارهایی که الکترونیک هست که خیلی ها فکر میکنن که ضرری نداره، و همینطور مصرف ماروانا حدود 12.8% بیشتر از مواقع دیگه هست و بیشتر از مواد دیگه استفاده میکنه. این از گروه دانش آموزان هست. گروه ویژه گروه هست که ما بهشون میگیم گروه های ناتوان، گروه های دیسیبل. اینها هم میتونن کسایی باشن که intellectually disabled هستن، یعنی از نظر تمرکز فکری و انجام کارهای فکری و ذهنی توانایی کامل ندارن، دارای ناتوانی هستن. و همینطور کسایی هستن که developmentally disabled هستن، یعنی اینا از نظر فکری مشکلی ندارن ولی یا دچار نقص عضو هستن یا نمیتونن خوب حرکت کنن، خلاصه یه نفر لازم دارن که تو کارهای روزمره بهشون کمک بکنه، ممکنه نتونن غذاشون رو خودشون بخورن. اینها هم عوارض استرس بیشتری تجربه کردن با اونای دیگه و این تروما مخصوصا در اینا که توی قسمت دیسیبلت هستن در زندگی گذشتهشون حتما تراماهای سایکولوژیکال تراماهای تجربه داشتن و این تراما به اون اضافه شده در این صورت.
اینها یکی از بزرگترین گروه‌های بزرگسالانشون یکی از بزرگترین گروه‌های جمعیتی در آمریکا هستند. حدود نزدیک 1/4 جمعیت بزرگسالان آمریکا رو تشکیل میدن، یعنی 61.4 میلیون نفر هستند و اینها یک همچین تجربه وحشتناکی از شیوع بیماری کووید داشتن. حالا چه مشکلات دیگه میتونستن داشته باشن؟ اینها میتونستن اون کرگیوراشون رو از دست بدن یا اینا استعفا کنن برن. ایسا که ادوکیت میکردن براشون، پیش دکتر میرفتن یا پیش وکیل میرفتن یا به هر ترتیب کسایی که از نظر روحی بهشون کمک میکردن، اینا همه بدون کمک یا کمتر شد کمکاشون. و حتی گاهی اوقات میشد که حتی داروهای معمولی روزانه شون هم به دستشون نمیرسید. تا آگست 2020 یک چیزی، ببخشید معذرت میخوام، از آگست 2020 تا حالا یک چیزی حدود 70,000 نفر از این گروه دیسیبلد ها در آمریکا به خاطر اینکه با هم زندگی باید میکردن و این ریسورس هاشون رو با هم دیگه شیر میکردن از بین رفتن. یک گروه ویژه دیگه گروه SMI هست، Serious Mental Illness، گروه هایی هستن که دچار دیپریشن شدید هستن، دچار اسکیزوفرنیا، بایپولار، PTSD یا همه اینا یا یک جمعی از اینا هستن. این هم بیشتر از بقیه، مخصوصا از کسایی که دچار اختلال روحی هستن، دچار بیماری کووید می شدن، دچار عفونت می شدن و باید حتما در بیمارستان بستری می شدن و ممکن بود که به زودی از دست برن. این گزارش های دکتر گوردون که در CDC و Institute of Mental Health جمع آوری شده بسیار جالب و بسیار قابل توجه برای دوستانی که لازم دارن. چندین صفحه گزارش و آمار داره که من صرفا اینجا فشردهش کردم به چند خط. در مطالعاتی که کرده یک کسایی که دچار severe depression or schizophrenia 7 برابر دیگران احتمال این داشتن که دچار عفونت به کووید بشن. 7 برابر. این اشخاص 2 برابر احتمال اینه که احتمال اینه که در دچار بیماری بشن و فوت بکنن 2 برابر دیگران بود. و همینطور ریسکی که این بیماری برای سیاه پوستان آمریکایی که دچار SMI بودن می آورد خیلی خیلی بیشتر از بقیه بود. سیاه پوستانی که دچار SMI می شدن احتمال درگذشتشون یا آلوده شدنشون خیلی بیشتر از بقیه بود. البته وقتی که این آمارا رو جمع آوری می کردن به این نگاه نمی کردن که این شخص دچار بیماری قلبیه، دچار ازدیاد وزنه، آیا دچار فشار خونه یا سیگار میکشه یا مشروب الکلی میخوره. این فاکتورها رو کنار گذاشتن و با وجود این فاکتورها این درصد رو به دست آوردن که من خدمتتون عرض کردم. در دنیا سازمان بهداشت جهانی میدونیم که حدود خدمتتون عرض کردم 3 ژانویه 2020 اعلام پندمی کرد. تا 3 آوریل 2020 یعنی حدود کمتر از 3 ماه بعد، کمتر از 4 ماه بعدش تایید کرد که 3.1 میلیون نفر در دنیا آلوده شدن و 250,000 نفر فوت شدن. و همینی که اینم مطالعه کرد و متوجه شدن که همینی که یک نفر میدونست که شخص دیگه‌ای که آشنا بود دچار بیماری کووید شده و آلوده شده کافی بود که او هم دچار فشارهای روحی و سایکولوژیکال فاکتورهایی که من براتون گفتم، مثل دیپرشن، مثل PTSD، مثل ارزم موضوع شما انگزایتی و پرشر و استرس بشه. پریوالنس استیمیت نشون دهنده رواج اون هست. سازمان بهداشت جهانی در کشورهای مختلف به کمک پزشکان فداکاری که در اون نواحی کار میکردن و اطلاعات جمع آوری میکردن یک اطلاعات مختصری اینجا در مورد استرس، دیپرشن، انگزایتی و PTSD که مردم اون نواحی
در اثر این پندمیک تجربه میکردن جمع آوری کرد. میگه رواج استرس بالا High Stress Levels از 8% تا 82% در بین نواحی مختلف. یعنی در بعضی از کشورها 8% دچار های استرس شدن، در بعضی از کشورها تا 82% این های استرس دیده شده. همین ترتیب در مورد های دیپرشن لیولز از 14.6% تا 48.3%. در مورد های انگزایتی لیول از 6.3% تا 51% مشاهده شده. و رواج های پی تی اس دی لیول از 7% تا 53.8% در جاهای مختلف گزارش شد. در نتیجه در اون موقع اولین چیزی که به فکر همه رسید قرنطینه. دستور دادن و پیشنهاد کردن به همه کشورها که لاکداون بکنن، مردم رو قرنطینه بکنن تا بتونن که جلوی شیوع این ناراحتی رو و رواجش رو بگیرن و مردم بیشتری رو نگهداری بکنن، چون هنوز ما واکسنی در دست نداشتیم. و این هم باعث شد که یک فشار جدیدی به وجود بیاد و اون این بود که خب مردم که قرنطینه شده بودن حالا نمیتونستن سر کار برن، حالا نمیتونستن با هم حرف بزنن، حالا نمیتونستن برن خرید کنن، مواد غذایی بگیرن و این و در نتیجه یک بحران اجتماعی و اقتصادی هم در این کشورها پیدا شد. در سال 2021 سازمان بهداشت جهانی متوجه یک موضوعی شد و اون اسمش رو گذاشت لانگ کووید. من هنوز نشیدم فارسی چی بهش بگن، ممکنه کووید دراز مدت باشه. منتها ما همون به اسم لانگ کووید اینجا اشاره میکنیم که دکتر سوریانو در مقاله که در سال 2021 منتشر کرد این رو به طور دقیق مشخص کرد. نتیجه تحقیقاتشون بود که البته World Health Organization اسپانسر کرد. گفتن ما متوجه یک پدیده جدیدی شدیم در کووید به اسم لانگ کووید که بیشتر بیمارانی که کووید رو میگیرن و بهبود پیدا میکنن مسئله ندارن باهاش، ولی هنوز یه عده‌ای هستن که وقتی مبتلا میشن و آلوده میشن یا خوب نمیشن، بهبود پیدا نمیکنن، یا اینکه وقتی بهبود پیدا میکنن بعد از یه مدتی اون علائم اون بیماری به طور ناشناخته‌ای دوباره برمیگرده و اینها رو دوباره ناچارن که آیسولیت بکنن، قرنطینه بکنن، بیمارستان بستری بکنن و به این ترتیب. اون متوجه شد که اینها مخصوصا این کسایی که دچار لانگ کووید میشن روی دستگاه تنفسیشون، روی دستگاه کاردیوواسکولارشون و دستگاه عصبیشون تغییرات عجیبی دیده میشه. اینا هنوز نمیدونن که این تغییرات عجیب همه چی هست، ولی دیدن که دچار تغییرات عجیب غریبی شدن. سایکولوژیکال افکتشون برای کووید 19 همون چیزایی بوده که قبلا تولید میشد. دچار استرس میشدن، دچار دیپرشن میشدن، دچار مسائل دیگه میشدن و به همون ترتیب چیز فرق اصولی با کووید معمولی نداشت. و اینها هیچ فرقی هم نمیکرد که آیا این بیمارا قبلا دچار کووید شدید شدن یا دچار کووید معمولی و زود بهبود پیدا کردن. به نظر میاد که it occurs more frequently in women و middle-aged patients و مخصوصا در بیمارانی، در افرادی که سیمتوم های بیشتری از این عفونت کوویدی از خودشون نشون دادن، غیر از سیمتوم های معمولی سیمتوم های دیگه هم نشون دادن. تا آگست 2021 نزدیک 201 میلیون نفر، این در این آمار درباره لانگ کووید هست، خواهش میکنم توجه کن، تا از آگست 2021 210 میلیون نفر کانفرم شدن که دچار لانگ کووید بودن و 4.4 میلیون نفر دچار فوت شدن. این در دنیا گزارشی است که World Health Organization تهیه کرده. البته ما میدونیم که در این کشورها
استیمت این رقم ها خیلی پایین تر از استیمت حقیقی هست. در مورد we don't know anything about the clinical course and consequences of this new disease, the long COVID, و هنوز متخصصا روانشناسا نورولوژیست ها و پزشکان دیگه درک درستی از این ندارن و مقالات زیادی جز اینکه گزارش میدن چیزی منتشر نمیشه، ولی به نظر میاد که از تعداد کل کسایی که به کووید معمولی دوچار میشن حدود 10-20% به لانگ کووید دوچار میشن، دوچار لینگرینگ سیمپتومز برای ماها یا هفته ها هستن که این روی اون سلسله اعصاب و دستگاه تنفسی و کاردیوواسکولار سیستمشون هم تاثیر میذاره. بالاخره سازمان بهداشت جهانی گزارش داد که کسایی که لانگ کووید میگیرن میتونن که جزو کسایی باشن که قبلا یک تاریخچه از ابتلا به بیماری کووید داشته باشن و usually 3 months from the onset of COVID with symptoms of that last for at least 2 months. یعنی 3 ماه بعد از این که دوچار کووید میشن و بعد بهبود پیدا میکنن، عرضم بزرگ شما بعد از اون 2 ماه این سیمتوماشون ادامه پیدا میکنن. این حد این دسته کم میشه، ممکنه طولانی تر بشه و هیچ نتونن به هیچ بیماری دیگه وصلش بکنن یا تشخیص داده بشه. سیمتوم های معمولی که ممکنه داشته باشه فتیگ، شورتنس آف برث، کاگنیتیو دیسفانکشن، ان ایمپکت آن دی اوریدی فانکشنینگ، سیمتومز می بی نیو آنست فالوینگ ریکاوری فرام ان اکیوت کووید 19 اور persist from the initial illness. Symptoms may also fluctuate or relapse over time. میتونه کم و زیاد بشه، قلت و شدت پیدا بکنه. برای همین اکثر پژوهشگران در این زمینه تقاضا کردن they have all called for further study of psychological and physiological impact of long COVID-19. این بحران جدید هست. خیلی از شما سپاسگزارم که تا حالا صبر و حوصله کردید. ما در مورد سابقه انتشار بیماری کووید، در مورد خود کووید و ایموشنال چالنجز، ناراحتی که ممکنه از نظر روانشناسی به وجود بیاره، برخی از ریسرچ ها و پژوهش هایی که مهمتر بودن و همینطور اشاره کردیم به اسپیشال گروپ های گروه های ویژه‌ای که تا حالا شناسایی شدن و مطالعه شدن. این دلیل نیست که گروه های دیگه وجود ندارن، اونا هنوز مطالعه نشدن. همینطور اشاره کردیم به انتشار جهانی worldwide COVID و استرس لیول هایی که داره و همینطور پدیده عجیب و غریب لانگ COVID و ریسک هایی که متوجه گروه های مختلف شد. در پایان میخوام دوباره اشاره بکنم به همون مطلبی که دکتر آنتونی فاوچی در 15 فوریه 2022 اشاره کرد. خیلی مهمه. You may be done with COVID, but COVID isn't done with the US. عرضم بزرگ شما این هم رفرنس ها هست. بازم از صبر و حوصله شما تشکر میکنم. اگر کسی صحبتی پرسشی داره که من بتونم کمک بکنم، خوشحال میشم که در خدمت شما باشم. با سپاس از شما. خیلی ممنون دکتر. بسیار جامع و کامل، خیلی خوب بود. این قبل از اینکه واکسن کووید بیاد، خب واقعا خیلی ترس داشت که آدم کووید بگیره، خیلی ولی الان خب فرق کرده. I wonder که اگر the planning که مثل منی که تو خونه خودم رو درمان کردم و تستم پازیتیو بود، آیا من اینو باید به جایی ریپورت بکنم یا نکنم؟ حالا میپرسم، برای اینکه تعداد ما الان خیلی بیشتر از اونها شده که تو بیمارستان هستن و حالشون بده. That would be something to look into it. حالا به CDC می نویسم یا هر جوری که شده ببینم، برای اینکه من به جایی ریپورت نکردم و خیلی از دوستان دوستای من تو محله ما گرفتن همین هستن.
خیلی ممنون. من اگر بتونم یه نکته خدمتون عرض بکنم، اینه که میبخشین صحبتون رو قطع میکنم. ما موقعی که یا برای خودم یا برای کسای دیگه با واکسن میزدیم، به ما میگفتن که اگر مشاهده کردین که مسئله براتون پیش اومد، به بیمارستان محلتون اون اطلاع بدین. و من در مورد یکی از دوستانم همین مسئله پیش اومد، چندین روز مریض بود و ما اینا اطلاع دادیم و اونا، اینم میتونه یکی از راههایی باشه که شما لازم نیست که به مقامات بالا گزارش بدین، ولی خیلی خوبه که به این مقامات گزارش بدین. بله خیلی ممنون دکتر اخباری. واقعاً قشنگ بود، جالب بود. Definitely we invite you again and again روی این تاپیک یا تاپیک های دیگه و باز با هم در تماس هستیم.